انگار امشب توی این خونه تخم خواب و ملخ خورده. چیه؟ قری مثلا؟ من با آدم بده بودن عادت کردم، همیشه کاسکوزا سر من شکسته، از بچگی تا همین الان. بچه که بودم بابام صبح به صبح که میرفت بیرون در رو من قفل میکرد، قوقو میشستم توی خونه تا شب که برگرده. شبم که برمیگشت بالاخره یه بهونه از یه گوشه از خونه پیدا میکرد و با کمربند میافتاد به جونم. حاجی سپاهان میگه که بابام شیرین بوده، خوشمشرب، معاشرتی، مهربون. میگه از وقتی که مادرم سر زا رفت انگار ریشش رو گذاشتن تو حلائل. صبح که میرفت منم کارم این بود که همه جای خونه رو بگردم و چک کنم تا همه چیز چه به من مربوط بود چه نبود بی عیب و نقص سر جاش باشه، تا شاید یه شب بی کتک بخوابم. از راه رو تا اتاقا، از اتاقا تا آشپزخونه، از آشپزخونه تا حموم، همه جا. دیگه کم کم این قضیه واسم شده بوده اینه یه مسابقه، مثل یه تلاش، مثل یه مبارزه واسه این که کتک نخورم. آقا بالاخره یه شب من بازی رو بردم و بی کتک خوابیدم. از ذوق این برد خوابم نمی برد. دمدمای صبح بودش که چشام تازه گرم شده بود و تو عالم هپروت بودم که یهو با لگد بابام از خواب پریدم. دیدم کمربندشو در آورده و حالا نزن و کی بزن. من همه حواسم پی بردن بود، من بازی رو برده بودم، داشت جر میزد، داشت نامردی میکرد. گفتم تو واسه چی میزنی؟ چرا میزنی؟ من بازی رو بردم، بهونه ای واسه نذاشتم. پیرنشو پرت کرد سمت صورتم و گفت چرا پیرن منو لک کردی؟ از اون روز صبح بعدم فهمیدم واسه اینکه کتک نخورم تک تک پیرناشم باید چک کنم. از سر قضیه اومدن اون دختر به اینجا تقصیری نداشتم. سر نگفتن بابات هم تقصیری نداشتم. آدمی که نازکش داره ناز میکنه، بابات، آبجیت، من، همه نازکی شدیم. ولی من امشب تقصیری نداشتم و نازکشی هم ندارم. خاطرخواهی به یه هفته نکشیده بیخواب و خوراک شدی؟
نشدیدی تبه تند زود عرقش در میاد؟ اینقدر تون نرو، آرومش کن، یواشترش کن. راضی کردن بابات با من، تو هم یواش یواش و لک و لک به فکر راضی کردن دختر و خانوادش باش. حالا برو بگی برو. الو گلش خود. ببخشید وقت صبح یه سر زود زنگ زدم. گلش یه زحمتی برات دارم. بابا دوست نداره بری دم مغازه‌شو. شما خودت روزی سه بار این فلاکس رو براش پر میکنی میبری. بد اخلاقی نکن دیگه ماما. تا سر کوچه مغازه بابا صد قدم راهه. بحث راه نیست که مادر. تو هنوز نمیدونی بابا چای کیسه‌ای دوست نداره؟ چای دم کن برس تو فلاکس براش ببر. بیا حاج آقا دستت درد نکنه. سرت درد نکنه. خیلی محبت کردیم. قابلی نداره. سلامت باشید. با اجازتون. به امان خدا. حاج آقا یه دقیقه صبر کنید الان میام. قبض داری؟ بله بله خدمت شما. سلام حاج آقا باقری. هی مامان میگه آقا جونت خوشش نمیاد. خوشش نمیاد بری دم مغازش. شما بدت میاد؟ نه تازه داشت چای کیسه‌ای براتون مینداخت تو فلاسک. گفتم آخه مادر من آقا جون چای کیسه‌ای دوست نداره. باید دم کرد براش، نرم کرد براش، شیرین کرد براش. اولا که مادر 40 ساله برای من چایی دم میکنه و میدونه من چی دوست دارم چی دوست ندارم. دوم این که سلام گرگ بی تمن نیست. بی تمن نیست که با فلاسک چای پا شدی اومدی اینجا. من گرگم آقا جون. تو بره ای دخترم، تو بره ای، منم چوپون گلم. گله من خلوته، تنها برم تویی، تنها ترسم تویی. آقا گرگ سگ یکی باشه به گله شما بزنه. اومدی خودت شیرین کنی که برگردی روستا. دیشب که بهت گفتم برو. گوش من عادت به زبونتون نداره. تا چشم و دلتون راضی نباشه من نمیرم. اگه برات دعا کنم که هیچ وقت بچه دار نشی که دعای خوبی نکردم برات. فقط از خدا میخوام که وقتی اولاد دار شدی بهت صبر بده، طاقت بده. برو دخترم، برو به سلامت، خیر پیش. فقط یادت باشه که حرفایی که دیشب بهت زدم سر جاشه. خیر پیش.
سلام. شما چی کار دارین اینجا؟ من اومدم که حرف بزنم که بابت... ما حرفامونو دیشب زدیم. ببخشید ها، دیشب فقط شما حرف زدین، یعنی زدین و رفتین. خب منم حرف دارم، یعنی حرف شما برام جالب نیست. آقا گفتم جالب نیست. من میخوام با پدرتون حرف بزنم. با پدرم درباره چی حرف بزنین؟ درباره شما. ببینین آقا، من الان دارم میرم ساکمو وردارم برم به کار و زندگیم برسم. این یعنی چی؟ یعنی من یه آدم زندم که خودم زبون دارم. دیشب با زبون خودم گفتم، الانم دارم با زبون خودم میگم نه. آخه واسه چی نه؟ به هزار و یک دلیل. یه کدوم از اون هزار تا دلیل چیه؟ من بدم، لاتم، معتادم. من آدم بدی نیستم. پدرم آدم بدی نیست. خواهرم بد نیست. تازه هم حمیدم آدم بدی نیست. من کارخونه دارم، ماشین دارم، خونه دارم، پول. بابا اصلا تو چی میخوای داشته باشم که جوابت نه نباشه؟ یه قلب سالم داری؟ طه عاطفه طه کجاست؟ صبح با ماشین رفت بیرون. الو بفرمایید. شما؟ خانم دنیا کوفتان. سلام. سلام علیکم. سلام. قربان. خوب. حالی تازه هست؟ خیلی خوب. بزن میگه. سلام. برو کنم من میخوام بزن. بزن.
بازم بلد نبودی دمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد وای دوست های جگرها خون شود جگرها خون شود تا کودکی مثل پدر گردد پدر در کودکی با شوق دل دست پسر گیرد ای به امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد یارو اومد از رو جوب بپره دید نتونست گفت کجایی جوونی که یادت بخیر یکی از اینجا رد میشد گفت ای بابا جوونیت هم دیده بودیم همچون چیزی نبودی حالا حکایت منه بابا عالم دلان نبودم که الانم و پیرین بخوره تو ذوق کسی بله رفتم و خودم رو گم و گور کردم چرا؟ چون دود حال و روز خیتم تو چش و چار تو نره میدونستم من متقی هست دست خیرش هست مثل چشاش دوست داره عاقبت به خیریت رو شاخشه رومانی نرفتم دنبال یللی تللی که حالا پشت چش واسم نازک میکنی بابا حالا که پیدام شده باید از من متقی عاطفه از همه عالم و آدم قایمم کنی باز با هم بد تا کنی من با شما بد تا نکردم آره بد تا نکردی پیر شده سه روزه بهت زنگ میزنم هی میگی چشم میام تا تو بیایی که من اینجا مردم که من ساقی نیستم جنسم بلد نیستم جور کنم ولی بلدی قایمم کنی نه؟ بینه اصلا من نباز ببینم این ماهان نوه گلم بزرگ شده نشده چجوری ها شده ماهان خوب بزرگ شده خوب بزرگ شده چون بدون کتک بزرگ شده بابا جمشید خوبی؟ من از اینجا ببن اون نمیتونه را بره سرگیجه داره تا نیم ساعت من که چیزیم نیست
خوبی؟ من چیزی نیست، دستتون درد نکنه. خدا نمیخواستم اذیتش کنم. من چند سال درس خوندی تا خانم دکتر شدی؟ چند تا کتاب خوندی تا خانم دکتر شدی؟ خانم دکتر مگس روی زخم میشینه. مگس نشو، روی زخم آدم ها نشین. پدرش اومد دنبالش رفت. چرا قلبش عمل نمی کنی؟ شما چرا انقدر غمگینی؟ واسه اینکه احتمال داره که زنده از زیر عمل بیرون نیاد. داری برمیگردی روستا؟
بعید میدونم که برگردی. میخوایم بگم دکتر لک بیاد؟ حمید اومد سمت خونه باقری، شما ندیدینش؟ چطوری؟ بابا این با یارو با قلابش و دایتا ها برام گرفته قشنگه؟ آره خیلی باحاله. چه خبر؟ جونم من مامانم قهرم. سرتو بالا بگیر حرف بزن اینه مرد. بابا جونم من مامانم قهرم. چرا؟ برای اینکه دوستم با دایتا ها بیام اینجا بازی کنم، اما مامانم نمیذاره، میگه خسته است. خب بابا یادم هرچی که دوست داره که نمیرسه که، به همه آرزوهاش، رویاهاش، نقشه هاش. منم بازی؟ من با ترم. همینا خورکی بیارم. من واسه باش بابا. سر دیشب ازم دلگیری؟ خب گاهی وقتا منم حق دارم عصبانی بشم، مگه نه؟ معلومه که حق داری. دیشب رو تراس داشتی خواب میدیدی و یه قطره اشک اینجات وایساده بود. چمدون به دست میرفت ولی اون نمیره، قلب و پاش یکی نبود.
شما یه قلب سالم میخوای؟ باشه. من قلبم عمل میکنم. به شرط اینکه قول بدیم بعد عمل اگه زنده موندم بهم جواب مثبت بدین. این عشق نیست، زیر خاک رفتنه. این قضیه همین الان، همین امشب باید حل بشه. بهش بگو چه عمل کنه چه عمل نکنه، تو نمیخوای باهاش ازدواج کنی. بگو هنوز